درود بر شما. میخوام یه آزمایشی رو براتون انجام بدم. ما میدونیم که کریستال در یک مدار به عنوان زمان سنج کار میکنه. این کریستال رو در نظر بگیرید. نوشته 18.432 مگاهرتز، یعنی با این سرعت نوسان میکنه. این یک مدار ساعت هست. برای اینکه این سیم نازک پاره نشه، من مدار و این بخش رو روی کاغذ چسبوندم. دقت بفرمایید، یک کریستال در اینجا قرار گرفته. ما میدونیم که کریستال خودش به عنوان ساعت هست. طبق نوسانی که در مدار انجام میده، باعث میشه مدار به درستی و طبق زمان مشخص و دقیق کار کنه. حالا اگر ما بیایم این کریستال رو از اینجا برداریم، یک کریستال دیگه بذاریم، چه اتفاقی میفته؟ یعنی میخوام زمانی رو که این کریستال داره تعیین میکنه تغییر بدم، ببینم که در این مدار ساعت آیا زمان به درستی نشون داده میشه یا نه. اول مدار رو روشن میکنم، فرکانس این کریستال رو با هم بررسی میکنیم و بعد به کمک فانکشن جنراتور من یک فرکانس رو به جای این کریستال در اینجا تزریق میکنم. این دستگاه فانکشن جنراتوره، دو تا کانال خروجی داره. من از یکی از کانالهاش ولتاژ دی سی میگیرم و از کانال دیگرش شکل موج سینوسی مطابق همین کریستالی که در اینجا هست. بعدن نوسان رو اضافه میکنم ببینم آیا ساعت کار میکنه یا نه. اول ولتاژ دی سی رو وارد میکنم. فعلا مدار کریستال خودشو داره. فانکشن جنراتور روشن میکنم. دقت بفرمایید، ساعت شروع به کار کرد. این با کریستال خودش هست. حالا میخوام فرکانس کریستال رو به دست بیارم. گیره سوسماری رو به منفی متصل کردم. پراب رو به پای کریستال میزنم. دقت بفرمایید، 32.768 کیلوهرتز و اینم شکل موج سینوسیش هست. پس این ساعت با کریستالی که با فرکانس 32 کیلوهرتز کار میکنه زمان رو به درستی نشون میده. ولتاژ رو قطع میکنم. حالا میخوام کریستال رو خارج کنم و به کمک فانکشن جنراتور همین سیگنال رو تزریق کنم، سیگنال سینوسی با فرکانس 32 کیلوهرتز. بعد فرکانس رو افزایش بدم ببینم ساعت درست کار میکنه یا نه. این کریستال این ساعت، چیزی روش نوشته نیست. دو تا سیم به جای پای کریستال لحیم کردم. حالا ولتاژ رو دوباره وصل میکنم. ولتاژ 1.4 ولت از طریق فانکشن جنراتور. چون کریستال رو خارج کردم ساعت حرکت نمیکنه. حالا کانال دوم فانکشن جنراتور رو متصل میکنم. پس این کانال به جای کریستال هستش. الان ولتاژ وارد مدار شده، ولی چون فرکانس نداریم عقربه حرکت نداره. فرکانس رو افزایش میدم. 12 کیلوهرتز، 22 کیلوهرتز. دقت بفرمایید، عقربه آرامتر داره حرکت میکنه. با فرکانس 22 کیلوهرتز. حالا میبرم 32 کیلوهرتز. الان زمان درسته. حالا اسیلوسکوپم متصل کنم. دقت بفرمایید،
این شکل موج سینوسی هست که من به کمک فانکشن جنراتور به جای کریستال وارد مدار کردم. فعلا رو فرکانس 32 کیلوهرتز هستم. ساعت داره به خوبی کار میکنه و زمان بندیش دقیقه. پس شما اگر در یک مدار به کریستال شک کردید، میتونید کریستال رو خارج کنید. مقداری که روی کریستال نوشته شده توسط فانکشن جنراتور سیگنال تزریق کنید. اگر مدار شروع به کار کرد، شما کریستال رو تعویض بفرمایید. حالا میخوام آزمایش رو ادامه بدم. الان میخوام فرکانس رو بالاتر ببرم. یعنی به جای کریستال 32 کیلوهرتزی میخوام کریستال بالاتری تو مدار بذارم. ببینم عقربه چه اتفاقی براش میفته. الان 34 کیلوهرتز. 38. توجه بفرمایید حرکت عقربه سریع‌تر شد. 42. حرکت عقربه سریع‌تره. یعنی زمان بندی مدار از بین رفت. پس در یک مدار اگر کریستال خرابه، ما تا حدودی میتونیم مقدار کریستال رو بالاتر بذاریم. دلیلش هم اینه که زمان بندی مدار از بین میره. حالا بازم فرکانس رو بالاتر میبرم. 43. 44. 50 کیلوهرتز. کاملا سرعت عقربه بالا رفته. 60 کیلوهرتز. الان دیگه مدار کار نمیکنه. عقربه در جای خودش فقط حرکت میکنه. حالا میخوام فرکانس رو از 32 کیلوهرتز پایین تر ببرم. الان 30 کیلوهرتز. 27. توجه بفرمایید چقدر سرعتش کم شد. 23 کیلوهرتز. دوباره کاهش میدم. 19 کیلوهرتز. حرکت عقربه خیلی کند شده. خب ولتاژ رو قطع میکنم. پس همونطور که مشاهده کردید، وجود کریستال در مدار برای زمان بندی بسیار مهمه. اگر در یک مدار کریستال خراب بشه، مدار کار نخواهد کرد. اگر ما بخوایم کریستال رو تعویض کنیم، باید سعی کنیم مقادیر مشابه رو قرار بدیم. کم کردن یا زیاد کردن فرکانس کریستال در کارکرد مدار تأثیر گذاره. ممنونم که این ویدیو رو هم نگاه کردید.